درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 25 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و قضات دیوان عالی کشور ضمن اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض، خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به ویژه سه متهم پرونده خان اصفهان شدند. در این نامه آمده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت این سه متهم غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه رعایت نشده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که پس از اتفاقاتی که در پی برگزاری مسابقه دو ماراتن در شهر شیراز افتاده و به استعفای مدیران دو میدانی استان منجر شده، مسئولان ورزش شیراز حاضر به میزبانی مسابقات وشوی زنان در این شهر نشدند. این در حالی است که مسابقات پسران وشوکار از تاریخ 16 تا 21 اردیبهشت در شیراز برگزار می شود. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه امروز رسما اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شده و هیچ یک از نامزدهای انتخابات نتوانستند از حد نصاب لازم عبور کنند و قرار شد که دور دوم روز 28 می برابر با 7 خرداد برگزار شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد بازداشت 10 معلم و فعال کارگری و همچنین 2 معلم فرانسوی در ایران نسبت به سناریو سازی علیه فعالان صنفی هشدار داد. امروز همچنین در چند شهر ایران بازنشستگان در اعتراض به مشکلات معیشتی و هزینه‌های درمانی اعتراض کردند. آقای بهرمند نگفت واقعا بعضی ها مثلا مشکل دارن، اما نکته که وجود داره شما نزدیک به 1000 نفری داری تبرم برای جان مردم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که به بریتانیا سفر کرده، در دیدار با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا از حمایت لندن در جریان حمله روسیه به کشورش تقدیر کرد. سفر آقای زلنسکی به لندن 4 پس از آن اتفاق افتاد که بریتانیا از ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین خبر داد.